سلام، مهندسه رجایی‌راد هستم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه دوباره درباره خرپای صفحه یا دوبعدی صحبت بکنیم. توی ویدیوی قبل که مربوط به تمرین دوم بود، یه نمونه از خرپای دوبعدی یا صفحه‌ای رو انجام دادیم با هم دیگه و یه مقدار هم درباره تحلیل خرپا صحبت کردیم. پس حتما ویدیوی قبلی رو دیده باشین و اگه ندیدید ببینید تا نکته‌ای رو از قلم نندازین. حالا بریم سراغ تمرین سوم. توی این تمرین میخوایم مثال 3-6 از ویرایش 4 کتاب لوگان رو با هم دیگه انجام بدیم. همونطور که میبینید این شکل رو به همون داده به صورت خرپای دو بعدی باید مدل بکنیم. چیزی که ازمون میخواد مقدار جابجایی در راستای وای توی نود 1 هست و بارهای محوری توی هر المان. 2 المان داریم همونطور که میبینید و 3 نود. میگه که یه دونه بار 1000 کیلونیوتونی در راستای مثبت محور وای داره به نود 1 وارد میشه. یه نکته که حالا اینجا کمی متفاوت هست این هستش که محور ایکس این هست و محور وای این هست، یعنی حالا برخلاف چیزیه که ما بهش عادت داریم، و اینکه در واقع تکیه گاه نود 1 از نوع غلتکی هست و مقدار دلتا مساوی 50 میلیمتر هست. مقدار ای رو به همون داده و مقدار آ رو به همون داده به عنوان سطح مقطع در واقع هر کدوم از این المان‌های خرپا، و دیگه اینها رو هم که بهمون گفته واحدهایی که اینجا داریم متر هست و نیوتن و میلیمتر. سیستمی که می‌خوایم با هم دیگه انتخاب بکنیم سیستم SI متریک هست. پس در واقع اون 3 نقطه‌ای که باید ما به دست بیاریم، نگاه بکنید در واقع اون 3 نودی که باید الان ما ترسیم بکنیم، میشه در واقع نود 1مون که 0 و 0 که ثابته، نود 2مون یعنی این قسمت میشه 3 x هست به خاطر اینکه از محور x 3 در جهت مثبت، 4 جهت وایش هست جهت مثبت، و نود 3مون هیچ x نداره یعنی 0 و 4 که در واقع محور وایش هست. خیلی خب، پس بریم دیگه سراغ نرم افزار آباکوس. اول از همه وارد این قسمت میشیم، یعنی وید استاندارد اکسپلیسیت مدل. میایم اینجا کرییت پارت رو میزنیم. توی قسمت 2D پلانر میایم وایر رو انتخاب میکنیم از نوع دفورمبل. در واقع فضایی هم که میخوایم توش این رو ایجاد بکنیم احتمالاً 50 تا مثلا مقدار خوبی باشه، دیگه زیاد بزرگش نکنیم. خیلی خب، میام نقاطم رو وارد میکنم. نود 1م 0 و 0 بود. نود 2 هم 3 و 4 و نود 3 هم 0 و 4. این 3 نود رو در واقع من اینجا تونستم وارد بکنم. خیلی خب، حالا برای اینکه بتونم در واقع این خرپام رو ترسیم بکنم و نقاط رو به هم دیگه متصل بکنم، مثل قبل میام سراغ create lines. میام اینجا، این در واقع نود 1 من بود، نود 1 رو متصل میکنم اول به این نقطه و حالا به این نقطه. escape رو میزنم، done. حالا الان اومدیم اینجا و این خرپای ما در واقع ترسیم شد. حالا کاری که باید بکنیم اینه که براش متریال تعریف بکنیم. create material، mechanical، elasticity و elastic رو انتخاب میکنیم. خب، به همون گفته بود که ای مساوی 210 گیگاپاسکاله. واحدمونم متریکه، پس میشه 210 ای 9. پورشن ریشیونم که 3 دهم. اوکی. حالا میام اینجا create section، مثل قبل بیم رو انتخاب میکنم، truss رو انتخاب میکنم، یعنی از نوع خرپا. میگه که میخوای متریال 1 رو بهش بدی؟ بله. کراس سکشنالش چقدر هست؟ 6 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مربع. 6 ای منفی 4. اوکی. حالا میخوام اینو اساین بکنم. انتخابش میکنم. دان. و سکشن 1 تراس متریال 1. اوکی. حالا کار من اینجا تموم شد. به خاطر اینکه دیگه این رنگش رو هم میبینم که عوض شده، میتونم برم ماژول اسمبلی. توی اینجا میخوام در واقع ازش یه اینستنس ایجاد بکنم. دپندنت رو قرار میدم و اوکی. وارد ماژول استپ میشیم. توی ماژول استپ هم استاتیک جنرال برای ما خوب هست، حلگر مناسبیه، کانتینیو. و اینجا هم در واقع همونطور که مثل قبل بیشتر توضیح داده بودیم، هیچ تغییرات غیر خطی و بزرگی نداریم. پس اوکی. وارد ماژول لود میشیم. خیلی خب، اول از همه لود. گفته بود که در جهت مثبت یه دونه پی 1000 کیلو نیوتن داریم. خب؟ یعنی اینجا لود کانسنتریتد فورس کانتینیو نود 1 انتخاب میکنم، دان. در راستای محور وای میشه CF 2 1000 کیلو نیوتن، یعنی میشه در مجموع 1,000,000 نیوتن. درسته؟ اینم از این. اوکی، حالا میام اینجا تا باندری کاندیشنش رو تعریف بکنم، برگردیم ببینیم چی هست. خیلی خوب، توی 2 و 3 این کاملا مقیده، پس میرم اینجا با نگه داشتن دکمه شیفت هر دو تا نقطه رو انتخاب میکنم، دان. U1 و U2 رو براش میبندم. اوکی، حالا میخوام برای نود 1 تکیه گاه غلتکی رو تعریف بکنم که اینجا هست.
میبینیم که در راستای X هیچ حرکتی نداره، ولی در راستای Y میتونه حرکت داشته باشه. در راستای X حرکتش به اندازه دلتای همون 50 میلیمتر است. در راستای منفی. پس Displacement Rotation رو انتخاب میکنم. نود 1 رو برمیدارم. Done. حالا گفتیم که حرکتش در راستای محور X به اندازه منفی 50 میلیمتره. پس میام اینجا منفی 50 ای منفی 3 میشه منفی 50 میلیمتر. اوکی رو انتخاب میکنم. حالا میام وارد ماژول مش میشم. اگه ویدیوی قبلی رو دیده باشین و یادتون باشه میدونین که خرپاها رو مثل در واقع پارتهای دیگه نمیایم المان بندی بکنیم و حتما حتما باید از روش سید اج استفاده بکنیم. چون که دیپندنت هست باید پارت رو انتخاب بکنیم. حالا سید اج رو انتخاب میکنم. اوکی بای نامبر به دلایلی که توی ویدیو قبل گفته شده باید در واقع نامبر المنتسمون یه دونه باشه به ازای هر جزء. اوکی دقیقاً همین چیزی که می‌خواستیم. حالا میریم تا المنت تایپ رو اساین بکنیم. میام توی این قسمت در واقع چیزی که من دارم ایجاد میکنم بیم نیست، من اینجا تراس میخوام. تراس رو انتخاب میکنم و میبینم که الان المان من T2D2 هست، یعنی یه دونه در واقع خرپای دو بعدی و دو گرهی. اوکی حالا که اینو انتخاب کردم دیگه میتونم مش بزنم. یس اینم از این رنگ که در واقع نشون میده که دیگه ما کارمون با این ماژول مش تموم شده. وارد ماژول جاب میشم، یه جاب ایجاد میکنم، مثلا تراس دو دی کانتینیو. اوکی جاب منیجر و این رو الان میخوام دیتا چک کنم. بعد از اینکه دیتا چک ما کامل شد حالا کانتینیو رو میزنم تا جاب به صورت کامل سابمیت بشه. خیلی خوب جاب کامل شد، حالا وارد ریزالت میشم تا بتونم نتایج رو ببینم. این در واقع شکل تغییر شکل یافته خرپای ما هست. برای اینکه بتونیم یه مقدار سه بعدی ببینیمش از ویو ODB Display Options رو میزنم و Render Beam Profiles رو میزنم. حالا Apply. اوکی. در واقع این شکل سه بعدی هستش که با توجه به سطح مقطعی که ما برای خرپا تعریف کرده بودیم نرم افزار برامون ایجاد کرده. حالا برای اینکه بتونیم مقدار جابجایی توی نود 1 در محور Y رو پیدا بکنیم که خواسته مسئله بود، وارد Query Information میشیم. نود Probe values رو انتخاب میکنیم. از این قسمت حواستون باشه که حتما nodes انتخاب شده باشه و از این طرف چیزی که ما میخوایم مقدار U یا displacement هست و مقدارش در U2 رو ما میخوایم که محور Y هست. حالا node 1 رو از اینجا انتخاب میکنم. این مقداری هستش که برای من به دست اومده. اگه نگاه بکنین در واقع مقدار جابجایی در نقطه 1 چیزی که حل تشریحی کتاب به دست آورده بود این مقدار هست و چیزی که ما به دست آوردیم هم این هست که در واقع این مقدار روند شده همین مقداری هستش که ما به دست آوردیم. و اما چیز دیگه‌ای که مسئله از ما خواسته بود مقدار نیروی محوری توی هر المان بود. برای همین میریم و RF رو انتخاب می‌کنیم که در واقع همون ریاکشن فورس های ما هست و اینا رو می‌تونیم توی نودهایی که در واقع آزاد هستن پیدا بکنیم. برای همین دوباره نود Probe Values روی نود میذاریم که باشه، RF رو انتخاب کردیم، میام اینجا نود 2 رو انتخاب میکنم. در واقع اینجا نود 2 هست ولی فکر میکنم برای مسئله ما این همون نود 3 میشه. یه دونه این مقدار هست و یه دونه هم این مقدار. خیلی خوب حالا میریم ببینیم که حل تشریحی کتاب به چه مقداری رسیده بود. میبینیم که در واقع اینجا 76 کیلو نیوتن هست و در واقع توی این المان هم 1061 کیلو نیوتن. اگه نگاه بکنین میبینین که جواب ما کاملا درست هست. یه کار دیگه هم که میتونین بکنین چون که اکثر سوالا در واقع مقدار تنش توی هر المان رو میخوان، این که بیاین اینجا تنش رو انتخاب بکنین ولی از این قسمت پروب رو روی المنتس تعریف بکنین و این المان ها رو پیدا بکنین. مقدار تنشی که به دست میاد در واقع همون بار محوری هست تقسیم بر سطح مقطعمون. یعنی در واقع اگر اون بار محوری رو تقسیم بر سطح مقطع خرپاتون بکنین مقادیر تنشی که بهتون میده همون مقادیر تنشی هستش که ما توی نرم افزار به دست آوردیم. ممنون که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم که براتون ویدیو مفیدی بوده باشه. پس اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین تا بتونم بهتون جواب بدم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.